ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کاروان، فراهم کننده تحصیلات عالی و کامی بالهای مطمئن. ما اینم قدر امی دادن انولوپ که آمد و پیشرک گفتن ای کلش با فکر میکنم که ما خود ما دایرک کده بودیم فکرتان باشه. شما میشه که یک کمی او طرف تر استاد شوین و سرتان هم بلند بگیرین صحبت کنین. اینا بازم مرا دایرک کدن دیدن؟ خو یک آدم خو باید دایرک کنه، خو سرستیش که آدم میای خو تو نه. بله، اما سرتان بلند بلند مستقیم نی اینترستین مستقیم بیاین که بخش بخش دایرکتر معرفی کنیم. دایرکتر با فارسی سمی جان یک چیز گفتی کارگردان. بله بله سمی جان باید امروز امشب امروی ما سمی جان می بود. چرا ناجوانی کردی سمی جان؟ خب به هر صورت از مینا جان سیفی و علی علومی خواهش می کنیم که شما کف بذارین که اونا بیاین دایرکتر. سلام دوستان عزیز، سلام افغانستان. بهترین کارگردان در سریال های تلویزیونی رویا سادات، احمد علمی و میرویس رکا. و بهترین کارگردان ما میرویس رکاب. تشکر دوست کردیم خف مکم بذاری. شما دوست دارین که تشکر بسیار تشکر زنده باشین. شما دوست دارین اکتر باشین؟ والا من یک وقت میخواستم اکتر باشم. چرا؟ از خاطر که خوشم میامد همیشه در تلویزیون در سر استیج همی یک چشمک زدن و یک آن سیلای عاشقانه. شما میخواستن؟ همی یک اکتر خوب میتونه شما؟ والا من فکر میکنم بسیاری اکترهای ما همی اصل همی کار میکنم. چی داشته باشه یک اکتر؟ والا من فکر میکنم که یک اکتر که خوب باشه. شما میخواین اکترس باشین یا نه؟ پیش دیگه ما جوابتون در دیسی ما غرض نگیرین. شما ما سوال ما را جوابتین. چقدر دیسی ما غرض گرفتن حال میگن دیسی ما غرض نگیرین. خب چی بگویم دیگه؟ ما میخواییم که جوان گود لوکینگ در پالی ما اکتر شوند. خب امروی ما کم است که دعوا کنند. خب بیاین که در قسمت اکتر که عبارت از بازیگرم میگن به فارسی که باز سمی جان انتقاد نکنه، سمی جان مهدی. چرا شما رو مهدی میگن؟ مهدی یا مهدی کدامش؟ مهدی، اوکی. بیاین که از ستاره جان عطایی و فهیم فضلی خواهش کنیم که برای استیج تشریف بیارن و بهترین اکتر در تلویزیون‌های افغانستان معرفی کنند. Good morning Afghanistan and good morning Las Vegas. ستاره جان ما خودت خوشبخت‌ترین اکتورای هالیوود هستیم که اکتورای افغانستان معرفی میکنیم. بهترین بازیکنندای تی وی دراما اکتور عبارت از نگاه کنن تی وی را. بهترین بازیگر مرد در سریال های تلویزیونی قادر فرخ، پیمان آریانفر و عزیز دلدار. ستاره جان در امریکا میگن ladies first. Thank you dogs follow. Thank you very much. Go ahead. دوستای محترم، برنده ما از قادر فرو. انشالله که بخیر برشان جایزه اتمن خواهد رسید در افغانستان. بازم برشان حالو بچه شما یک چیز شما بگوین.
مخفیش از شما پرسان کردم در مورد اکتنگ شما تیرتان آوردین باز نمیفهم چیزی گفتین هم اگه دوستا خنده کردن خندیدن یک کف بزرگ بزن که نال نوبت من شد اوهو چرا از خاطره که best actress باید ما حال انتروژیس بکنیم بله در دراما هر چیزی را که ما گفتیم در دراما در سیریال های افغانستان بودن در دراما بوده همین شما اگه اکترس می بودین که کدام اکتر می خواستن که زیاد هم در یک فیلم کار بکنن آه چقدر سوال خوب ما اگر می خواستم که اکترشم باید هندوستان می رفتم چرا که یک کم قواری هندوستانی دارم شکل هندوستانی دارم و یک ذره ناچه مری بلبل هم خوب یاد دارم بچه ماشیر هم خوشنیدین دیگن اینال اگر بازیگره طرف مقابل ما امیتابه چند می بود اکت می کدم در غیر از اون نوه مهمانان عزیز ببینیم که best actress کی هست و کی پرزنت میکنه اوردشو؟ اما لارا و یوسف اعظمی سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم ماشاءالله Welcome to Vegas well, Let me just say it's an honor to be here I don't speak Afghani but I speak Urdu I can say it in Urdu but I'm really happy to be here representing the Afghani Awards and representing the best actor tonight Actress I think it's a great step for us to come forth this far and reunite with each other and celebrate something. So how about for that? بهترین بازیگر زن در سریال های تلویزیونی عاقله رضایی یاسمین یارمل میمونه غزال و خالده ولیان و نامنیز و کسی کوره این میمونه غزال و فعلا میوانه غزال اینجا حاضر نیست اونا مشهور کدام جای کار دارن و به حرف میوانه غزال Thank you very much بسیار زیاد تشکر ما و کامران جان میریم با افتخار ما یک کف بلند بزنیم ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کاروان فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر بالهای مطمئن Thank you.
باشم هر لحظه هم بوتی سازم وان ته همه بود حالو در پای تو اندازم. ما مجبور بر تن فکایی بویم. سابقه بسا مشکل بود در کدام پرسان میکردیم که یک فکایی نیست که برمی آزیرین بگویم ساتشان وقتشان خوش دیر شد. یکی میگفت یکی نمیگفت کلگیادشان میرفت. اما حالا ببینین که صفحات فیسبوک از رنگ آرنگ فکایی پرست. یک فکایی دیگر من در موجه خواندم، خاص به خاطر شما خواندم. اکثرا وقت موقعی پیدا نمیشه ولی به خاطر که شما رو خوش ساخته باشه. شما گاهی اتفاق افتاده که یک مزاحم تلفنی داشته باشین، همیشه در نمبرتون زنگ بزنه. در افغانستان در شهر کابل مخصوصا این مزاحمای تلفنی بسیار زیاد است. بچه‌های جوان نام خدا هر کدامشان دو تلفن، سه تلفن در جیبای بغل بالا هر طرف دارن، نمرات مختلف دارن. یک چیز جالبه که من در اونجا دیدم، وقتی که اینا میبینن یک دختر، خانم یا کسی در موتر شده و کلیکی میشه، کما که به خاطر که هوای آزاد داخل شده باز است، باز کارتای ویزیت کمی کارتای خود نمبرشان نوشته که ایچی طرف بازم کلیکی مندازه. با صدا میکنن تلفن کنی برام. این بسیار بر من جالب است ای که چقدر از اونا تلفن میکنن یا نمیکنن. خودم بارها برم زنگ آمده و وقتی که شنیدم که صدای زن است، تصادفی نمره را میزنن. صدای زن است یا دختر است، خلاص بس میخوام که قصه را شروع کنم. اینم تو یک آدم بسا به عذاب شد. سیم کارت از تلفن کشید، تک 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 رفت یک سیم کارت دیگه خرید. با مو آدمی که آزارش میداد برش زنگ زد. گفت فینه، من شماره نو گرفتم. آل دستت خلاص، دلت سیاه. هیچ برام زنگ زده نمی کنی. دو جوان، دو زوانان، چه نام خدا باید پر وویارو په دو تلویزیونونو کې کار کوي، افغانی میډیا ته کار کوي. یوه ده نام خدا ښایسته پیغله ځوانه، برېښنا تحریک، چې د پیام افغان په تلویزیون کې د ځوانانو نړۍ خپرونه پر مخ وړي. او بل هم د آشنا تلویزیون خبریال نام خدا ډېر کاکه ځوان وحید فیضی صابی. د دوار نه هیله کوم چې راشي او دغه برخه پر مخ بوسي. او بیا مونږ یو. آیا ستاسو سیریالونه خوښیږي؟ سیریالونه خو به ګورئ اوس چپستی څنګه؟ او کنه هغه دی عمره. او نن سبا په کورن کم خزه وی ویل کی چې ډېر په سیریالونو بوخت دي. نه یوازې په سیریالونو بوخت نه دي، کالی مینځل دي، دیګ پخول دي او داسې نور شیان دي. تر څنګ فکر کوم چې دا به ډېر عادي کار نه وي او ډېر د کور د غمونو په برخ کې به ځان نه بوخت وي. سیریالونه یوازې دیو لپاره ښه بوختیا ده. خدا هم ده د دې په څنګ کې، ځکه چې کوم سیریال ډېر جالب وي، جالب داستان ولري او ښه یو ښه تکړه لیکونکي هغه لیکلي، نو اتمن موږ ټوله به هغه ډېر په زړه پورې ورته ناست یو او ګورو به څنګه. بالکل ښه لیکونکي او ښه تر څنګ یې سیریال لپاره چې هغه سناریو جوړوي، هغه څوک دی چې کولی شي لیدونکي سره وساتي او همداراز پروګرامونه وچلوي. نو په دې برخه کې
تاسو به ونچی معرفي کوي څوک راځي او من کوم کټګورین یا څوک لرو چې نمانه شوی دی نو لاړو شو وګورو چې دا سریال جوړونکو په برخ کې څوک نماندان دي د جایزې لپاره راځي خپل دوستان نه بلنه کټګورې شي سټیج په سر باندې او ورسره به د ویدو هم وګورو د آشم جانې ابيب زاده څخه تقاضا کوو چې راشي او تر څنګ یو وصلت حسرت نزمینه هم غوښتنه کوو چې دریست راشي او هغه کسان چې بریالي دي یا څوک بریالي شوی به دي مخکې هغه تاسو ته معرفي کړي مهرباني سلام هموطنان عزیز باز هم سلام در این بخش برای شما بهترین نویسنده سریال معرفی میکنیم به اینکه با هم ببینیم کدام سریال ها برگزیده شده بهترین نویسنده در سریال های تلویزیونی حفیظ الله تورا عزیز دلدار و حسیب الله نبی زاده بهترین نویسنده سریال افغان است هاشم جان بفرمایید خب بهترین نویسنده عزیز الله دلدار از بهشت خواب ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کاروان فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر بالهای مطمئن زینی سریالونه خداست همشته چه دیر زیاد خواندور دی او یه واری چه که یه قسمت مولیده نو تر آخره با یا با تلویزیون که گوره او یا با پی یوتیوب که لطاوی چنگه؟ فکر کنم داست سریال رو همشته چه لیدون که سر ساعتی پدیمانه چه هر وز او هر وقت لرشی و سریال سر تعقیب کریو او حقا و بگوری نو در سینماتوگرافی ببرخه که موک نماندان دارو او حقا کسان چه دی برخی کنده چی بیدیم؟ پدی برخی که با اغلی جمیلا کاظمی فاضل شاعر لیکون که او همدار از پروگرام جوڑون که دا او ترچنگ محترم احمد شاه علم تا بلن ورکل چه راشی دقیق برخی حق سور چه نماندن دی جایزه ورکل اولتر سلام به همه شما عزیزانی که در تالار هستین و او عزیزایی که از روی تلویزیون ما را در سراسر دنیا خصوصا افغانای نازنین ما که در افغانستان هستن و ما را میبینن من و آقای علم بخش سینماتوگرافی را برتان زبان من بند شد برتان معرفی میکنیم آنی میبینیم اینال بفرمایید شما خواهش میکنیم بفرمایید ببینیم حالا ویدیو را اما با هم بهترین هنر تولید در سریال های تلویزیونی کوچه ما بین من و تو و بهشت خاموش با چیزی کنها بگیم نبود نه قطعا خب این خیلی اگر شما بخواهی نبود باز نگیم پیش بزکی کرد نه نه خب بر شما هست خب بهترین ها شناخته شده بین من و تو بشون چه تبریک خب
بیرخم د مستند فلم د رومي جایزې لپاره د نوماندانو د پیژندلو لپاره څوک راځي؟ ښاغلی فتا اسحاقزي ته بلنه ورکوو چې راشي او د دې برخې هغه کوم کس چې ګټونکی دی هغه موږ ته راوپیژني. او دا هم وایم چې یو ډیر موافقه هنرمند زموږ اکټر ده. مهرباني وکړئ. سلام دوباره به همه دوستای عزیزم. میگه یک نفر طرف جلال آباد میرفت، درای یک سماوار دید، داخل شد، گفت که شو تشنه استم، چای میخورم. نفر آمد پیش برش گفت که تور چای در تر آورم، کشنی چای در تر آورم. گفت سبز چه خونم میفهم، اگه تور خوردم خدا خیری ده پیش کنم. بهترین فیلم مستند ما از جمله نامزدانی که معرفی میکنیم اینا هستن. بهترین سریال مستند تلویزیونی امید، درش و راه حقیقت. و بهترین فیلم مستند ما راه حقیقت. توفیشون برشون با افغانستان نازنین با بسیار محبت ها روان میکنه. یک جان ممنون. تشکر. خب په دې برخه با ځوان او تکړه سندرغاړي څوک به وي؟ په دې برخه موسیقي وورو ستاسو په خواخه به څوک ستیج ته راغلو؟ Hold on.
honey, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move, yeah, makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. Hey, 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 stay. افتخار صوفیا جان. Thank you. تشکر. آل صوفیا جان برای شما پیانو می نوازد، پیانوی بسیار مقبول می نوازد. تنها آهنگ نمی خوانه، اما چی دیگه می نوازی؟ For Elise Beethoven. For Elise, a very romantic piece by Beethoven. با افتخار شان یک دفعه دیگه بفرمایید. ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کاروان، فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر، بالهای مطمئن. کلایو کنه پدی برخه که از دو تنه را بولم د سټیج سر ته چې غواړي زموږ ځوانان تشویق کړي. شکیلا جان زدران حمیدی او میلان جان ساحل ارمان دوی به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تقدیر کړي. خپله میلان جان، خپله میلان ساحل ارمان نړیوال مدل دی او دغه راز مسلکی فوټبالیست دی چې فعلاً په آلمان کې دی او ډیر زر به د افغانستان په ملي ټیم کې لوبه وکړي. نو موږ هم نن شپه د دې ویاړ لرو چې د دوی څو تنه او دغه راز د هغوی
ترینر زمون سره په دغه خبرونه کې اوسی. زه له شکیلا جان زدران حمیدی او میلاد جان ساحل ارمان څخه هیله کوم چې د ستیج سر ته راشي. سلام های به پایان مرا به نمایندگی کل افغانای نیویورک بپذیرین و به نمایندگی افغانای لاس ویگاس و سلام بسیار به پایان و گرم خدا برای تلویزیون یک همکار ما و افغانای بسیار دوست داشتنی و نازنین افغانستان به نمایندگی زنای افغان این طرف مرز تقدیم میکنم. سلام دوستای عزیز محترم، خوش آمدین در رومی اواردز. I have the honor to present the national team coach of Afghanistan, the first and best coach that we ever had, and we welcome them, and if you can give me an applause. Oh. ریاست جمهوریشان فرق میکنم برای ریاست جمهوری افغانستان. رامی جان یورش شما بفرمایید. آقای امیون یوسف کارگر، ما دیگه 3 ماه 4 ماه اینا توپ گل کردن و کل کارهای خود خلاص کردن، قهرمانم شدن، مگه ماندگیش ما میکشون. 3 ماه 4 ماه است که یک تلفن در گوش ما است، آقای کارگر رو میپالم، اینا جوابم نمیتن. آقای امینی بازم خدا شما رو خیر بتن و آقای فقیریار، آقای مصطفی جان عدید، آقای سنجر، این دوستان تلفن کو برای آراجان عاطفی کلگی تا که ما اینا ما خب با یک نفس اعلان کردیم پروگرام، مگه ما با 1.5 نفس اینجا بودیم. به نام عزیز متحال و یکتا و توانا و اجازه عزار نهایت گرامی خواهران عزیز، برادران عزیز، استادان نهایت گرامی، هنرمندان عزیز کشور ما، عرض و ادب و سلام خدمت تک تک شما به نمایندگی از فدراسیون فوتبال کشور و به نمایندگی از تیم ملی فوتبال کشور احترامات تقدیم می دارم. افتخار و پیروزی تیم ملی فوتبال کشور، مثل داریم چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است، مظهر اظهار سپاس از پذیرایی بسیار گرم شما و اظهار سپاس از ارزش ملی فوتبالتان که شما ارزش کشور شما میدانین، ارزش ملی فوتبالتان را درک میکنین، افتخار بخشیدین برای ما. پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان یک پیروزی ورزشی نبوده، پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان پیروزی همبستگی افغانستان بوده، پیروزی هماهنگی افغانستان بوده، بالاخره پیروزی وحدت ملی افغانستان بوده. اولین بار که رئیس صاحب جمهور افغانستان گفت ما امو امیدایی که آرمانایی که داشتم 12 ساله مرا فوتبال افغانستان در یک قهرمانی خود به دست آورده. من رئیس جمهور شدم، گفت بر ما آنن کس تبریکی نداد. وقتی که تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمان شد، اوباما اولین تبریکی را برای رئیس جمهور افغانستان تقدیم کرد که تبریک باشه، تیم ملی افغانستان قهرمان شد و خود اوباما این بازی را از لایف از پرده تلویزیون دیده بوده. و امین جان ظفری نماینده ما در امریکا، صابر جان روپرور نماینده فدراسیون در اروپا است،
مصطفی جان آزاد زوی اولین گلزن فاینال مسابقه تیم هند گل اول مصطفی جان به ثمر رسید. منصور جان فقیریار مدافع گلکیپر تیم ملی فوتبال افغانستان از گل افغانستان دفاع کرد. امروز افتخار کشور است و یک قصه را که وزیر صاحب داخله گفت که خوشبختی دمی بود که اولین بار فایرایی که در افغانستان صورت گرفت کل شوایی بود. این بار دیگر سر یکی دیگر نبودن. واقعا بسیار جالب بود. ما یک تشکری بسیار مخصوص و از محترم رامین جان یورش بکنم که اینا ما قدرت آوردن تیم نداشتیم. زمانی که ما تصمیم گرفتیم، مخصوصا که ما تصمیم گرفتیم امروی عبدالله جان که باید چونی یک مسئله دوستی است و پروگرام ما در زیر یک صف با یک محبت و یک نفس، ما چرا اینا را نبیاریم با خود صمیمی نسازیم و برای شما معرفی نکنیم. آقای کامگار لطف کردن رامین جان یورش وظیفه دادن که تیم ما را از افغانستان و جرمنی بیارن در یک نقطه متمرکز بسازن که ما بتانیم برشان اوارد بتیم. اوارد افتخاری رومی را آقای عبدالله ناصر برشان در نظر گرفتن با زبینه جان ناصر که بسیار زیاد زحمت کشیدن و تیم پاری ما که نام خدا تعدادشان زیاد است من نامشان گرفتن نمیتانم. و از ما از رامین جانم تشکری میکنم، از کامی آلاینز هم تشکری میکنم، همچنان از چینل یک، از تمام شما تشکری و از کل شما تشکری میکنم. فقط کم ما و کرم شما. خب به اجازه حاضرین از احساس نیک آقای کارگر یک جان ممنون، همچنان از بازیکنهای تیم فوتبال که از دامت کشیدن از کابل و از کشورهای اروپایی جا مدن، باز هم اظهار امتنان و سپاس میکنم. وقتتان زیاد نمیگیرم برای از اینکه برنامه در لحظات ساعت آخر رسیده، از او خاطر باز هم از اینا و از اسپانسرهای برنامه چینل وان از افغانستان، کام ایر و همچنان جادو که لطف کردن اسپانسر از این برنامه ها شدن، از همشان تشکری میکنم. خب البته بدون تمام والنتیرها، تمام کسایی که در این برنامه زحمات زیاد کشیدن تقریبا در مدت 8 ماه، از همشان یک جهان تشکر و سپاس. پس احترام و افتخار بیرق ملی و توپ فوتبال ملی افغانستان بر عبدالله جان هدیه می‌دهم. مدال پر افتخار فوتبال، زحمات زیادی که یک خانم در عرصه فوتبال علاقه‌مند است، شکیلا جان برشان تقدیم می‌کنیم. از منصور جان فقیریار گلکیپر و محافظ افغانستان خواهش میکنیم در گردن سفرده. زبینه جان تشریف ناوردم، عبدالله جان برشان توفیشان میتیم برشان بتن. توفی بسیار پر ارزشه که شما برای پیران در میدان ها چقدر چکچک کردین، چقدر عشق ریختید برای پیران افغانستان. این پیران ما برای شکیلا جان تقدیم میکنیم که برای رومی شو همیشه هر سال که باشه یک نمونه میباشه که نمونه افتخار ملی افغانستان، فوتبال افغانستان همیشه در خاطرات این پروگراما داشته باشن و باشن. کارگر صاحب من اگه کاربار اعلام میتونم امرای شما کار میتونم.
موی جان آدم میخیزنی. واقعا قابل افتخار هستن. امیدوار هستم که در دیگه عرصه های سپورت هم جوانای ما مصروف شون و افتخارات بیشتر برای کشورشان کمایی کنن. تشکر. بخش دیگر باز هم به دو جوان فعال و مستعد تسلیم میتم. خواهش میکنم از سما جان واصل و فواد جان امان گوینده خبر تلویزیون یک. تلویزیون یک واقعا پارتنر است و همکاری کرده. خواهش میکنم بیاین و این بخش پیش ببرید. سلام به مهمانان عزیز، سلام به هموطنان عزیز. بسیار خرسند هستم که از کابل آمدم و در میان هموطنان خود هستم. چهار شب میشه از کابل و ایالات متحده آمریکا آمدم. من یک عادت دارم که از جایم که به جای شوم هیچ خوابم نمیبره. چهار شب شده که هیچ خواب ندارم و بسیار خسته هستم. اما از اینکه در میان هموطنان خود هستم بسیار خرسند هستم. تشکر، تشکر، زنده باشید. مهمانان عزیز، من هم عرض سلام و ادب دارم به همه شما. گفتنی های زیاد داریم به شما، اما متاسفانه به دلیل کم بودن وقت نمیتونیم حرف بزنیم سر اصل موضوع میاییم. بهترین گرداننده زن. پس در این قسمت از همکاران تکنیکی خواهش میکنیم تا بهترین گرداننده زن برای ما معرفی بکنن. البته باید اول نامزدها معرفی شود که در این بخش کی نامزد بود، باز از بین نامزدها کی بهترین انتخاب شده. بهترین مجری زن در برنامه‌های تلویزیونی خوشی صمدی، خاطره یوسفی، بهشته اسلمی، نازنین ولی و پشتانه عربزای. میدونه که این جایزه را کی با بهترین گوینده زن اهدا میکنه؟ یک جفت خوب رسانه‌ای هستند. یعنی شوهر و خانم هر دیشان گوینده خبر هستند، خبرنگار بسیار موفق هستند. شایسته سادات لامه و فؤاد لامه با جایگاه تشریف بیاورند و جایزه را با بهترین تشکر. مهربانی میکنین، کوچک نوازی میکنین. او په دې کلی خار کې د دغو ځلان د ستورو ترمنځ زه ځان ته لوی ویاړ ګڼم چې ستاسو په منځ کې یم. راځئ خبرې لنډې کړو او وګورو چې په افغانستان کې ښځینه غوره کوربنه څوک تر اوسه پورې غوره شوي؟ تاسو خو ولیدل، خو دا چې اوس څوک ټاکل شوي دي. ښایست لري، بشپړ مهربان زړه هم لري. باسانی نباید نامشان گرفته. بالکل مهربان زړه لري، خورا لوی او ترڅنګ یې وړتیا هم لري او دای ثبوت چې بریالی هم ده. کس نبینی. خاطره جان یوسفی مبارک باشه. خب واقعا لیاقت دارین، سزاوار از این جایزه هستین، حتی بیشتر از این. با حاکمیتی که دارین، با سلاستی که دارین در پیشبرد برنامه ها، بازم برتان تبریک میگم. ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کاروان، فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر با
بالهای مطمئن. استادای ما میگفتن که ژورنالیست ها دکتران جامعه هستن. بله، خصوصا او تعداد ژورنالیست هایی که گزارش های تحقیقاتی را تهیه میکنن. بله، بهترین های ژورنالیست های تحقیقاتی را با هم میبینیم که کی ها هستن. بهترین ژورنالیست تحقیقی در تلویزیون، شکیلا ابراهیم خیل، حارس حسرت و مختار پدرام. در این بخش از دوستای خود حبیب جان علومی و فرزاد جان لامی خواهش میکنیم سر استیج بیاین. سلام به همه. بازم سلام برسد. خب میفهمم نا وقت شب است، همگی خسته هستن، زیاد صحبت نمی کنیم، میریم میبینیم که کی برنده شده. پیش از این کنجا بریم همه قیه ناگفتن همان صاحب که فرزاد جان و بسیاری از های فامیلشان به میرشه جانال نام خدا. شما چند نفر هستن؟ ما فامیلی هستیم. فامیل هستن. بله بله. دیگه برنده شک اینه بیادر ایران به خیالم یک کس است که خودت کلشان یک چند وقت کار کرده بودی. برنده بهترین گزارشگر یا خبرنگار تحقیقاتی شکیلا ابراهیم خیل است. بازم شما رو زحمت میکنم. رازه چی او گروه چی پا بل بخی که صدایی. بله، بهترین های بهترین خبرنگاره با هم میبینیم که کی ها هستن. بهترین گزارشگر خبر وکیل نائبی بشیر قاسانی، پرویز شمال و وحید فیضی صافی. آقای بشیر قاسانی از تلویزیون یک، برشان تبریک میگم. مطمئن جایزه شان را برشان رایی میکنیم. خب زیاد پرگویی نمیکنیم. بله، دوستای عزیز برنامه ما ادامه داره. آهنگ های زیبای را به زودی خواهید شنید و پردا بند میشن. لطفاً جای نرین، امرای یک سرپرایز است. با ما باشید. با ما باشید. اگر بالم شکستم، دهانم را ببستم، و اگر دیو زمانم سر راهم نشستم، نه دلگیرم نه خستم، زهر بندم گسستم، به زندانم نسازم، منم آزاده رستم. نه اون بیده ضعیفم که ترسم یا بلرزم، به هر طوفان که آری نفس دارم برزمم، ز تصمیمم نگردم، دیهی سر زخم و دردم، بلندم.
یک خانم به شوهر خود میگه، میگه الان امروز وقتی که داینه طرف خود دیدم بسیار گریه کردم، شاید ناراحت شده، جوانی از رخش گریخته بوده، شاید هم خطوط در چهره خود دیده. خب مقصد گفت که وقتی داینه خود دیدم بسیار گریه کردم. شوهرش بلا فاصله گفت تو امروز خود دیدی گریه میکنی، من هر روز تو رو میبینم چی کنم. سه شب. خب میگن که معمولا لاس ویگاس و پاریس خواب ندارن، ما هم امشب خواب نمیکنیم. صبا میفهمیم همگی به طرف خانه های خود، سان فرانسیسکو، نیویورک، خب و کسایی که هر طرف است میرن. خب شفی جان بیاین که برنامه را پیش ببریم، که برنامه دینی قسمی که عزیزان میفهمین که به نهایت مهم است و نهایت خوشحال هستیم که برنامه های دینی در کنار برنامه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم داریم، چنانچه به نهایت به زندگی ما و روش زندگی ما نقش عمده دارن. بله بدون شک باید که همیشه از دین و مذهب خود خبر باشه. خب عزیزان بیاین ببینیم که کی نامزد یا کیها نامزد این جوایز شدن. بهترین برنامه دینی، برنامه اسلامی تلویزیون ملی، قرآن و زندگی و برنامه اسلامی تلویزیون شمشاد. بهترین برنامه دینی که توانسته جایزه گردد، ما از دکتر صاحب فرید یونس از یونس شو خواهش میکنیم که روی استیج بیاین. ای بخش معرفی نمایم. بله ورزشی نیست. برنامه دینی سوچه ببینیم که هست دکتر صاحب چی فکر میکنین دکتر صاحب که خواد برنده برنامه معلوماتی دینی از تلویزیون ملی افغانستان است. ادامه لحظات شیرین جشنواره رومی با همکاری کاروان، فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر، بالهای مطمئن. Are you ready for the English segment of the program? Annual Rumi Awards, recognizing the achievements of Afghans in television, radio, and media. We are gathered here tonight in the beautiful city of Las Vegas, the entertainment capital of the world, to showcase the talents of Afghans in arts and entertainment. The power of effective communication has been the centerpiece of so many great achievements through the history of mankind. Tonight, we are here to honor a group of people who have successfully utilized the power of expression. The Rumi Awards being given this evening was inspired by a person who mastered the art of expression 8 centuries ago and who continues to inspire people around the world today. And that man was philosopher Jalaluddin Muhammad Balkhi of Rumi. Tonight is a special night. It is a night of celebration and reflection. Afghanistan has been through many struggles, but the Afghan people have endured and have overcome these challenges. Afghanistan has a rich cultural heritage
And Afghans highly value art, music, poetry, literature, sports, and cuisine. Unfortunately, due to the many years of conflicts, many people around the world do not know the positive contributions of Afghans to the world. The Rumi Awards celebrates those positive contributions. I'm happy to announce that next year, the Rumi Awards will be an international award that will be given to individuals who have contributed to humanity of all different backgrounds. Rumi, the philosopher, as many of you know, and it is the reason why we are here today in starting this program amongst the Afghan community, was born in present-day Afghanistan, but his legacy continued throughout many parts of Asia and the Middle East. Today, his poetry can be appreciated by many people around the world as it has been translated to many different languages. Esteemed guests, distinguished artists, respected journalists, acclaimed scholars, valuable business partners, ladies and gentlemen, welcome to the first ever Rumi Awards. You are part of a milestone in Afghan history and global entertainment. Through the power of technology, the Rumi Awards will be broadcast in Afghanistan and around the world through the Rumi Awards media partner, Televizyon Yak, a leading television station in Afghanistan and sponsored by Jadu TV, a trusted brand for the Afghan, Pakistani, and Indian communities. And now, without further ado, we will begin with the Television Creative Services Award categories. The first category is Best Art Direction. What would you say is Best Art Direction, Idrissa? Well, to me, Best Art Direction is always about the mind, the thought process, the brain behind whatever you see, what you sense, what you touch, you know, the creativeness that builds a relationship with the viewer and just captures that viewer. And who is going to be presenting this category? Well, presenting the award for the Best Art Direction are Olive Zaitoun Balkhi and Fawad Hikmati. Olive Zaitoun Balkhi is an entrepreneur who studied early child development and business. She has worked with the Red Cross and is an instructor, currently works with New York Life. She's very involved in the Afghan community and takes part in organizing many events. And Fawad Hikmati is a professional DJ, music composer, and producer. He began remixing his own songs at the age of 15. He took voice lessons and started singing, and he started using his own vocals in his songs. Fawad studied with the musician and composer Ustad Khyal. He began to compose songs and he established his own music production company called DJ Fawad Music. He'll be releasing some new songs soon. So please welcome Ms. Olive Zaitoun Balkhi joining us from San Francisco and Fawad Hikmati joining us from New Jersey. Salam and good evening, everybody. Before introducing the Best Art Direction. Yes. So let's give me the envelope. Let's see the nominees first. All right, we could do that. بهترین کارگردان هنری محمد مصطفی محمدی امید نگزاد و وحید عزیزی. All right, I'll give the honors to Olive. Okay, let's see. Are you guys ready? Any guess? All right. Shall we make them wait? Fawadza? So go ahead. No? Okay. It's Waheed Allah Azizi from Khurshid TV. تشکر رومی آوردز، تشکر همه تیم رومی آوردز و بخصوص آقای عبدالله ناصر که من در 3-4 روز میبینم به شدت کار میکنن و با تمام وجود و با تمام قلبشان کار میکنن. این اولین ببخشید دومین
جایزه است که تلویزیون خورشید یک تلویزیون بسیار جوان است میگیره. ما سپاسگزار هستم. ممنون همتون. تشکر. Wow, we actually had somebody here to take their award with them. The next category is the best on-air promo producer. And what is that category all about, Idrisdo? Well, I am the all-knowing and all-wise, but the best on-air promoter is when they're running commercials and when you hear that voice like buy, 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 go, 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 sell, 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 it's that really creative voice that it's a call to action. It gets you to do something, to pick up the phone or to make a purchase or to make a connection at some point. That's the best on-air promo. And who do we have with us this evening to present this award? Well, tonight is Mojda Jamzada and Qais Ulfat. Please welcome the beautiful and talented Mojda John, and from Toronto, Canada, please welcome Qais Ulfat. Thank you. Salam khuda arz mekunam bara hama afghanan aziz khud ke amshab dar Las Vegas hama ma hastem wala jay besar khub ast khob tawajjuh kunid ba best TV promo spot. بهترین کارگردان در تولید تبلیغات تلویزیونی متین میهندوز، رضا صابر و نثار بهادری. Okay, so best director for TV promo spot is Nisar Jan Bahaduri. تبریک باشه به نثار جان. با فکر ما برادرش دیدم دمی جان. سلام رومی وارد. اند می خواهیم که از بسیار خوش هستم نثار جان. برادر خوردم از 18 سال عمر دارن. قیس جان میشناسی شان؟ I can't even talk. Just take the award. Thank you, award. Thank you, guys. Nisar, you deserve it. And now, the best award for the best graphic artist. What would you say is a best graphic artist, did you start? Well, in a world of computers, now graphic artists, in my opinion, has become easier, but the exposure to the world and your creativity has unlimited potential. So it's the color, the smell, the senses, all your five senses can be touched by the best graphical representation on anything and on television. And who do we have presenting for this category? Presenting for the category is Rayana John and Niazi and Ulumi. Please welcome Rayana John Niazi, joining us here from Orange County, California, and Ulumi, joining us from San Francisco, California. با یک دنیا درود خلوص خدمت تک تک از شما عزیزان. بسیار خوشحال هستم که امروز در امروحی لجند همسلف در خدمت شما هستیم. امیدوار هستم که تا این لحظه بهتر خوش گذاشته باشه و اجازه بدین که به نوبه خود یک دنیا از حوصله مندیتان تشکر داشته باشیم و سپاس گذار. خلاصه نامنیز فور بست گرافیک دیزاینر. بهترین طراح گرافیک عارف عابدی، احمد رشاد و روح الله کبیر. And the winner for the best graphic designer is احمد رشاد که اگر تشریف برد.
the award for the best visual effects. What does that mean, best visual effects, Idris John? Visual effects is things that are coming at you on TV. And you're dodging and ducking, and you're wearing 3D glasses, and all the good things are happening. The excitement behind everything. The excitement, the action, the drama behind everything. And who has joined us this evening to present this award? Well, tonight it's Samirajan Atash, is a fashion designer. Samirajan Atash and Alijan Alumi. Please welcome Samira. Samirajan Atash and Alijan Alumi. Good evening. Wow, you guys are a very beautiful, well-dressed crowd. Salam Dosoy Aziz. Yes, we got a fashion, glamour, and international stars. Give yourselves a round of applause for looking so good tonight. Well, first of all, I want to say thank you for having me be a part of the first International Rumi Awards in the heart of Las Vegas. So, for the Rumi Awards, say. We're here to present the best visual effects artists. Mm-hmm. And the nominees are... بهترین طراح جلوه‌های ویژه جمیل یوسفی علی اکبری و شفیع نوری And the Rumi Award goes to Jamil Yousafi from Ariana TV. Unfortunately, he's not here tonight, so we're going to accept the award on his behalf, and we'll leave you guys. We won't take up too much of your time. Great, thank you. Bye-bye. That concludes this segment of the program, which was in English. You'll be going back to Dari. So thank you for your time and continue to enjoy the show. اطور میگن که افغانستان از برکت برنامه های ورزشی هست که به صدر جهان رسیده. من نفهمیدم. آیا قهرمان های ما نیست که به صدر جهان ما را در سال گذشته رسان؟ شفی جان شما مرا درک غلط نکنین، بگذارین که من حرفهای خود را تمام کنم. منظور ما ای است که اگر برنامه های تلویزیونی نباشه، چگونه میتوانیم که این قهرمانان را به صدر جهان معرفی کنیم؟ بله، خب بیاین که نامزدان این بخش با هم یک جا بنگریم و ببینیم که صاحب جایزه کی میشه. بهترین برنامه ورزشی تن سالم لیگ برتر افغانستان و ورزش یک. خب ما از محترم همایون کارگر سرمربی تیم ملی افغانستان خواهش میکنیم تا روی استیج بیاین و این جایزه را باز کنن که ببینیم نصیب کی میشه. از آقای همایون کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال. بله. برنده از این برنامه ورزشی البته لیگ برتر فوتبال افغانستان است. عزیزان، بهترین مجری برنامه های تفریحی کی خواهد بود؟ بیاین که نامزدان این بخش را با هم تماشا کنیم و ببینیم که نصیب کی خواهد شد. بهترین
بهترین مجری مرد در برنامه‌های تلویزیونی. خوشحال آصفی، امید نظامی، مختار لشکری، عباسین سیلا و سهراب بهاری. خب در این بخش افتخارش را خودم گرفتیم، ما میخوایم باز کنم که کی نصیب میشه. شفی جان یکم اجازه انرژی دارین یا نه؟ بله بالکل. خب بهترین مجری برنامه های تفریح شخصیت است که من بسیار دوستش دارم و برنامه ها را بسیار خوب و قوی پیش میبرم، مختار لشکری از تلویزیون یک. بله از تلویزیون یک. خب چون اینا تشریف ندارن، از حیات الله یعقوبی مسئول تلویزیون یک خواهش میکنیم که جایزه را یا این مسئولیت را بدوش بگیرن. کفزدن های تان هم بسیار ضعیف شده. یک کفه که واقعا اینا زحمت هم زیاد کشیدن. بفرمایید. با شما خواهیم بود، بقیه برنامه ادامه داره، نه چندان زیاد. امیدوار هستیم که حوصله فراخ داشته باشیم. یک فکایی دگان برتان میگم. امشب فکایی مرا بسیار خوش کردن. من خوش شدم که این اولا یکان زره فکایی هم گفتم ایتان. معلم دری از شاگرد پرسان کرد که من از صنف خارج شدم، ای چیگونه جمله است؟ شاگرد گفت که این جمله از امو دروغای شاخدار است، برای اینکه شما هنوزم در صنف هستیم. حسینه جان شیرجان، خانم فعال و مردم دوست ما، مؤسس مؤسسه کمک به معارف افغانستان. ما از حسینه جان شیرجان خواهش میکنم روی استیج بیان و یک بخشک کوتاه را بر شما اجرا بکنم. دوستا و هموطنان عزیز صبح بخیر، خسته نباشید. بهترین جورنالیست طبقه اوناس در بخش رسانه های اجتماعی را ما بر شما معرفی میکنم و جایزه شان را برشان میتیم که خاطره جان یوسفی هست که ما زیادتر ضرورت به بیوگرافی خاطره جان نیست، چون همگی خاطره جان را میشناسن و شهرت جهانی داره خاطره جان و آل جایزه شان را برشان تقدیم میکنیم. جهان سپاس از کمیته رومی اواردز. سپاس از شما. و حال بهترین جورنالیست طبقه ذکور از آقای فرزاد لامه خواهش میکنیم که سر استیج بیان و جایزه خود بگیرن. زه فکر کوم دا دغه جایزه یا دغه اوارد ډیره برخه زما کورنۍ او په ځنګړي توګه زما مشر ورور فواد لامی ته رسید. ډیره مننه. جوایز زیاد را امشب دیدیم، توزیع شد به مستحقینش
خوشحال هستم که تقدیر شدن همکارا و هم مسلکای من. ای اولین بار بود که امتر یک تقدیر از کارکنای رسانه ها صورت میگیره. ما به این نظر هستم که رسانه ها کار بزرگ را در یک جامعه انجام میتن. او پتیر بیا په افغانستان که ز د توپک نه د رسانه و کار دیر با اهمیت بولم. یعنی د قلم او تلویزیون او فلم او رادیو پوسته کولی شو چې مون دیرو لولو پوری ته ورسیګو او سوله په وطن کې پلی کړو. په دې ځای کې غواړم چې د یو سیاسي ژورنالیست په نامه یو چاته جایزه ورکړو، رومي اوارد ورکړو. فکر کولی شئ چې څوک به وي؟ نطاق تلویزیون کجا؟ نه، زه نه وایم چې کوم تلویزیون، زه فقط نوم وایم او دا استیج سرته را غواړم. محترم سمی مهدی. او غواړم چې دغه اوارد زه په خپل لاس دغه ځوان ته ورکړم. هموطنان عزیزم بسیار زیاد تشکر. ما از راه دور آمدیم، از کابل آمدیم، اما پشت جایزه آمده بودم. باور بکنیم ما به نام رومی آمده بودم، به نام مولانای بلخ آمده بودم و از همتون سپاسگزار هستم. بار دیگه آزادی بیان امروز در افغانستان به هیچ صورت مرهون احسان شرق و غرب نیست. نسل‌های پیش از ما مانند آقای غبار، مانند آقای محمودی، عبدالرحمن محمودی و بزرگای دیگر از جان خود گذشتن، هرگز در زندگیشان هم هیچ گاه تقدیر نشدن. ما خیلی کوچکتر از این هستیم که ما تقدیر شویم ولی نام از غبار گرفته نشود. من تقدیم میکنم به عبدالرحمن محمودی و علامه غبار. تشکر از همه تان. سلامت باشید. تشکر از سمی جان مهدی و تمام ژورنالیستان جوان. موفقیت آرزو میکنم و آرزو دارم که همه طور استوار پیش برن و هموطنهای خود کمک بکنن، رهنمایی بکنن، در روشن ساختن اذهانشان تلاش بکنن. از شما حاضرین گرامی تشکر میکنم که با حوصله مندی تا حال با ما بودین، برنامه را تا اخیر با ما یک جا همکاری کردین. شما تنها تماشاچی نبودین بلکه همکار ما بودین. تشکر میکنیم از رومی آوارد و تلویزیون یک. شب شما را خوش میخواهیم و سالهای بعدی با ما باشین، با رومی آوارد باشین، با تلویزیون یک باشین. خدا حافظ.
این برنامه از طرف کاروان فراهم کننده تحصیلات عالی و کامیر بالهای مطمئن با شما تقدیم گردید.